أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. در کریمه یا ایها الذی نزل علیه ذکر بیان شد به این که کسانی که با دین موافق نیستن یا اشتباه علمی دارن که اون قابل حل است و یا نه مشکل اعتقادی دارن و یا مشکل سیاسی. اونا که مشکل اعتقادی و مشکل علمی دارن نه اشتباه علمی، اونها از در معرفت شناسی معرفت را منحصر در حس و تجربه می دانند، می گویند چیزی که محسوس و مورد تجربه نیست قابل اثبات نیست. اثبات پذیری، ابطال پذیری مال امور مادی و تجربی است. معارف ما برای طبیعت نقابل اثبات است نقابل ابطال، لذا علمی نیست. چون از در معرفت شناسی گرفتار حس و تجربه هم، در هستی شناسی هم گرفتار طبیعت گرایی هم. می گویند غیر از مادی چیزی دیگر موجود نیست، کل موجودن مادی. و عکس نقیضش هم قائلن به این که ما لیس به مادی فلیس به موجود. و اگر یه چیزی به عنوان وحی و نبوت و عصمت و رسالت و ولایت و خلافت مطرح بشود، معاذ الله میگوین افیون است و افسانه. چون مشکل علمی دارن تو معرفت شناسی اولا و تو هستی شناسی ثانیا. اینها احیانا نسبت به وحی و نبوت همین تعبیرات را دارن. برخی که مشکل سیاسی دارن، انگیزه های سیاسی دارن، اونها قابل علاج نیست. اونها ولو حق برای اونها ثابت شده باشد، اونها دست از این اهانتها بر نمی دارند. فرعون برای او ثابت شده است که حق با وجود مبارک موسی کلیب است، اما اون انگیزه هواپرستی و هوا مداری نگذاشت که او ایمان بیاورد. و جهد و بها و استیقنت و انفسهم از همین قبیل است. اینا بعضیشون فقط جهالت علمی دارن مثل فرعون، بعضی ها گذشته از او مشکل جهالت عملی مبتلا به جهل علمی هم هستن، یعنی در اثر معرفت شناسی در بحث معرفت شناسی حسگرایان، در بحث هستی شناسی مادیگرایان. اینا هم مشکل علمی دارن هم جهل علمی دارن و هم جهالت عملی. اما برای فرعون و امثال فرعون که معجزات بیان را دید و قرآن کریم از معجزات وجود مبارک موسی کریم سلام الله به عنوان آیات بینات یاد کرده است، چون چیز خیلی روشن و شفاف بود. اینا برشون ثابت شده است حق با موسی کریم است، اما رو اون هوامداریشون رو جهالت عملیشون انکار کردن که فرمود به جهد و بها اما واستیقنت ها انفسهم. و وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه هم به او فرمود میکه لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره، برای تو ثابت شد که این را خدای سبحان نازل کرده است به عنوان بصائر و معجزات. خب اونا که مشکل علمی دارن یا مشکل سیاسی دارن، برای هر پیامبری این حادثه هست، اختصاصی به پیامبر اسلام نداره. در آیات قبل اون چی که مربوط به حد که حرمت نسبت به انبیای پیشین بود گذشت. چه که در همین سوره مبارکه هجر آیه 11 این است که به ما یعتیه من رسول الا کانو بهی از سهزه اون. در هر عصر و مصری بالاخره یه سلمان رشدی پلیدی رو می پرورانن. حالا امروز این شخص بود، فردا اون شخص است، امروز اون تصویر موهن دانمارکیست به مانند اون. در هر دوره بود از زمان آدم تا خاتم علیه السلام فرمود به ما یعتیه من رسول
الا کانوا به یستهزئون. تو سوره مبارکه یاسین هم همین مطلب آمده، در آیه 30 سوره مبارکه یاسین است: یا حسرت علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. اینا با اصل نبوت و نبوت عام مشکل داره، نه تنها نبوت خاص. حالا اهل کتاب، یهودی نسبت به مسیحی، مسیحی نسبت به مسلمان، نسبت به اسلام، اونا مشکل داخلی است، ولی اینها نسبت به اصل وحی و نبوت مشکل جدی دارن. اینا محارب با دینن و راه اینها هم برای کسانی که مشکل علمی دارن طرح مسائل عمیق توحید و جهانبینی الهی و وحی و نبوت است، و در برابر کسانی که مشکل سیاسی دارن مبارزه است و استقامت است و اکثر عمل است. همین که می‌بینید در جهان کنونی اتفاق افتاده. حالا انشاءالله این زمینه است برای پیروزی جهانی. سال 56 که اون روزنامه اون حد که حرمت را نسبت به مقام امام رضوان الله تعالی علیه کرد، اون باعث پیروزی انقلاب شد. یک سال شهید دادن، 2 هفته و 40 سال گرفتن، بالاخره سال بعد سال 57 بود انقلاب سبد رسید. الانم اگر انقلاب بخواهد جهانی بشود، این حد که حرمت زمینه برای پیروزی جهانی خواهد بود. دیدید کل جهان الان حرکت کرده و قیام کرده و باید هم همکار بکنند. هر روز هم قیام جهانی بیشتره. اینها در برابر محاربان دیدن و چاره هم نیست و این کار خواهد بود. خب اما اگر کسی محارب دین نبود، نه در اثر جهل علمی یا جهالت عملی، مسلمان بود، خدا را قبول داشت، قیامت قبول داشت، وحی و نبوت قبول داشت، ولی گرفتار معارضه علم و دین بود، میگفت دین یه چیزی میگوید، فیزیک یه چیزی میگوید، شیمی چیزی میگوید، علم چیزی میگوید، این گرفتار یه اشتباه علمی است که این کاملا قابل حل است. یعنی اگر کسی جهانبینی الهی به توحید داشته باشد، خدا و قیامت داشته باشد، وحی و نبوت قبول داشته باشد، هرگز سخن از تعارض علم و دین به میون نمی آید. این قبلا هم اشاره شد، حالا اجمالش هم اینجا بازگو میشه و تفصیلش در بحث های دیگه است، البته خارج از حوزه بحث قرآنی. و اجمالش این است که هر علمی به فلسفه علم متکی است که میشه فلسفه مضاف. پس علم است به مافوق او فلسفه علم. فلسفه علم که فلسفه مضاف است به فلسفه مطلق متکی است که جهان بینی است. اگر جهان بینی معاذ الله بر اساس او معرفت شناسی حس و تجربه گرایی و طبیعت پسندی هستی شناسی اون بود که خارج از بحث است، این فلسفه مطلق فلسفه مضاف را به دنبال دارد که الهادی است، اون هم یک علم الهادی را به دنبال دارد. این علم اصلا به خدا و قیامت نه تنها معتقد نیست، میگوید طبیعت این کار کرده، طبیعت این چنین بود، این چنین هست، این چنین خواهد شد، ناظمی در عالم نیست. این میفتد تو اون 2 گروه محارب. حالا یا در اثر جهل علمی محارب با دین نظیر مارکسیستا، یا نه در اثر جهالت عملی به فکر سلمان رشدی ها و کاریکات دانمارک و اینا. و اینها خلاف فرض است. فرض در این است که ما الان در محاربان دین بحث نداریم، در معارضان دین بحث داریم. اگر کسی واقعا معرفت شناسی او گذشته از حس و تجربه به تجربه آمیخته با تجدید و با تجدید محض، یعنی حس و تجربه را اساس معرفت میدونه، مسائل ریاضی را اساس معرفت میدونه، عقلهای نیمه تجریدی را اساس معرفت میدونه، عقل تجریدی تام را اساس معرفت میدونه، در همه این رشته ها میگوید اینها منابع معرفتی هستند و به استناد اینها موجود طبیعی رو ثابت میکنه، موجود عالم مثال و ملکوت رو ثابت میکنه، موجود جبروت رو ثابت میکنه، موجود لاهوت رو ثابت میکنه، خدا رو ثابت میکنه، منشأ پیدایش همه رو خدا میدونه، هو الاول و الاخر رو قبول داره. اون میشه فلسفه الهی. زیر مجموعه او فلسفه علم است که الهی است و زیر مجموعه او علوم است که این علوم الهی است. الهی بودن فیزیک و شیمی به این است:
نه تنها تعبدن بگوید خلقت، بلکه تحقیقاً میگوید خلقت، چون علم مسبوق به فلسفه علم است، فلسفه علم مسبوق به فلسفه الهی و جهانبینی توحیدی است. اگر کسی جهانبینی توحیدی را پذیرفته دیگر نمیگوید طبیعت، میگوید خلقت. و اگر در نهایه سیدن استاد آمده است، اون چون با قرینه است که فرما طبیعتون مخلوقتون، ما به جای اینکه با قرینه ذکر بکنیم شفاف بگیم خلقت، اگر گفتیم طبیعت بگیم طبیعتون مخلوقتون که ایشون در نهایه فرمودن. اگر نخواستیم با الفاظ زیاد چیزی گفته باشیم میگیم خلقت. پس خلقت گفتن آسان تر از طبیعت مخلوق است، یک، و بر اساس تحقیق است نه تعبد، دو. پس نظام نظام خلقت، یعنی زمین خلقت، آسمان خلقت، دریا خلقت، صحرا خلقت، معادن خلقت و ماننده. عقلی را که انسان دارد، چون بر اساس جهان بینی عقل مخلوق خداست و حجت خداست، علم و عقل و قطع اینا واجب الوجود نیستند. تو اصول مستحضرید که میگن حجیت قطع ذاتی است، یعنی قطع واجب الحجیه است نه واجب الوجود. ممکن الوجود است ولی واجب الحجیه، مثل این که اربعه ممکن الوجود است ولی واجب الزوجیه. خب اگر اربعه ممکن الوجود است کی آفرید؟ عقل اگر ممکن الوجود است کی آفرید؟ قطع اگر ممکن الوجود است کی آفرید؟ نباید گفت چون قطع حجیتش ذاتی است نیازی به مبدا ندارد. این همون خلطی است که صاحب مواقف کرده. صاحب مواقف خیال کرده هر محمولی که برای موضوع ضروری باشد اون موضوع را بی‌نیاز می‌کند. خیر، ثبوت اون محمول برای اون موضوع را بی‌نیاز می‌کند، نه وجود موضوع را. یعنی اگر خواستی بگوییم عربه از زوج است، دلیل نمی‌خواهد، چون زوجیت ذاتی عربه است. اما چرا عربه موجود شد؟ این دلیل می‌خواهد. اربعه واجب الزوجیه است نه واجب الوجود. قطع واجب الحجیه است نه واجب الوجود. این قطع گاهی پدید می آید گاهی پدید نمی آید. این علم است. چون علم است ممکن الوجود است مبدا می خواد. خب این علم رو کی داد؟ این عقل رو کی داد؟ یه وقت از انسان اسلامی حرف می زنه و قارونی فکر می کنه، این باز خودش رو معالجه بکنه. این که بگه من خودم زحمت کشیدم خودم فهمیدم، این هم حرف قارونه. مگه قارون بیش از این میگفت؟ گفت انما اوتیتو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم، علم اقتصاد مال منه. تطبط موازی به حرفاش باشه. اگه اسلامی حرف میزنه اسلامی هم فکر بکنه، بگه خدا را شکر این علم را من داد. خب این علم ما الهمه الله هست به نفسه به ما سباها فالهمها فجورها و تقباها. مگر هیچ کسی مجاز است چه در حوزه چه در دانشگاه بگه من خودم زحمت کشیدم یاد گرفتم؟ خیلی ها آمدن چیزی نشدن، چه در حوزه چه در دانشگاه. خیلی ها خواستن نصیبشون نشد. این طوریست که انسان باید من خودم زحمت کشیدم یاد گرفتم. باید بگوید که ما بکن من نعمت من الله، خدا را شکر که این توفیق داد ما رفتیم حوزه یا دانشگاه، این فیض رو خدا ما رسوند که درس و بحثی داشتیم و فیض ما رسوند که چند کلمه یاد گرفتیم. ذات عقد دست اعلام فهمون هر چی دارید مال من است، من به شما دادم. ما بکن من نعمتن فمن الله. بعد میفهمون این تنظیم سند، یک کسی میخواد یک سندی تنظیم بکند بگد که فلون کس فلون مبلغ را به عنوان ادای ثمن اون فرش داد، این سند میخواد تنظیم کند. زمین را فروخت میخواد سند تنظیم کند. این را در قرآن کریم فهمون اون چیزی که خدا یادتون داده همون جور بنویسید، نه شیطنت کنید. تو سوره مبارکه بقره فرمود که مبادا کسی بگوید من خودم بلدم که چیو سند تنظیم کنم. نخیر، این زمینی که فروختید، این 5-6 سطری که می‌نویسید، اینو خدا به تو یاد داد. منتها عادلانه بنویسید. اینو در سوره مبارکه بقره اون بخش پایانیش آیه 282 این است: یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهِ. دیگه در تنظیم سند خلاف نکنید، مدتش درست بنویسید، قیمتش هم درست بنویسید، نقد و اقساطش هم درست بنویسید، همون جوری که خدا یادتون داده بنویسید. پس هیچ کس نمیتواند بگوید من خودم درس حقوق خوندم تنظیم سند دفترخانه رو خودم بلدم.
این میشه حرف قارون. مشابه این فرمود به این که شما مگر نان است که این حیواناتون رو شکار یاد بدید، کلو معلم دارید، باز معلم دارید، شاهین معلم دارید، حیوانات شکاری معلم دارید، این چیزایی که شما یاد حیوانات شکاری میدید اینا رو خدا بهتون یاد داد، همون جوری که خدا بهتون یاد داد اونجور به اینها یاد بدید و همون جور اینا رو یاد دادید. این تو سوره مبارکه مائده بیان کرده، فرمود به این که حیوانات شکاری دو قسمن، یک حیوان هرز است، خب این اگر برود یه صیدی رو شکار بکند، این گذشته از این که جایی که دندون زده نجس است باید شسته بشه، اون حیوانم مردار است باید این رو دور انداخت. اما اگر یک کلب معلم بود، عالم شد، تربیت شد، اون صیاد این کلب معلم را با بسم الله اقرا کرد برای گرفتن یک صیدی، اینم رفته یه صیدی را گرفته و خفه کرده، فقط اونجا که این سگ دهن زده باید شست بس، بقیه دیگه سربریدن نمیخواد، ذبح او نهر او همینه. خب یه مرداری چون دسترنج یک حیوان تربیت شده است میشه حلال، مگر حیوان نباید ذبح بشه، مگر نباید سربریده بشه، مگر نباید رو به قبر باشه؟ هیچ کدام از اینا لازم نیست. اگر این سگ شکاری تربیت شد و به نام خدا اقرا شد فرستادی، هر چه این سید کرد حلال است و طیب و طاهر، فقط اونجایی که دندون زده بشورید پاکه. خب این رو تو سوره مبارکه مائده فرمود به این که یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. جوارح همه این حیوان شکارهای دستی، این شاهین دستی، این باز دستی، این جوارح که جرحی هم ایجاد بکنه، چیزهایی که خدا یادتون داده که امانت داریست به کیفیت صید است بهش یاد میدید. کیفیت صید را صیاد از خودش نمیدوند، این را خدا بهش یاد داد، چون هیچ نعمتی نیست مگر اینکه خدا بده. همون این را ما به شما یاد دادیم، شما به سگانتون یاد بدید. پس اون چی که در جهان هستی هست، این خلقت است، سفره خلقت است و کتاب خلقت و علم ما و عقل ما و قطع ما واجب الحجیه است نه واجب الوجود. علم حجیتش ذاتی است نه وجود او، و وجود او نیاز به جعل جائل دارد، باید ذات اقدس را عطا بکند. پس علم ما الهمه الله است، از چیزاست که خدا داده. اگر نظام نظام خلقت است و کتاب خلقت است و این علم و عقل هم به ما الهمه الله است و حجت شرعی است و عنایت الهی است، پس یک زمینشناس دارد کتاب الهی را تفسیر می کند، یک دریاشناس دارد کتاب الهی را تفسیر می کند، می گوید خدا چنین کرد، یک فیزیکدان دارد اسرار عالم را تفسیر می کند، می گوید خدا چنین کرد، یک شیمیدان می گوید خدا چنین کرد. اگر قداست دانشگاه روی این مکتب بالاتر از قداست حوزه نباشد کمتر نیست. حوزه میگوید خدا چنین گفت، دانشگاه میگوید خدا چنین کرد، این دارد کتاب تدوین را تفسیر میکند، اون دارد کتاب تکوین را تفسیر میکند. مگر میشود ما فیزیک داشته باشیم و اسلامی نباشه، شیمی داشته باشیم و اسلامی نباشه؟ اگر کسی علمش به فلسفه علم تکیه کرد، یک فلسفه علمش به فلسفه مطلق یعنی الهی تکیه کرد، دو جهانبینی او جهانبینی توحیدی است، به خدا و قیامت و وحی و نبوت و رسالت معتقد است، کل صحنه آفرینش صحنه خلقت است و این کتاب کتاب باز تکوین است، منتها هر کدام دارن یه سورش معنا میکنن. اون کسی که فیزیکدان است یه سورش معنا میکنه، اون که شیمیدان است یه سورش معنا میکنه، اون کسی که معدن شناس است یه سورش معنا میکنه، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین میکند، خدا چنین کرد، روزانه اینه. وقت این دانشگاه میشه اسلامی، این متون درسی میشه اسلامی، این دانشجویانی که گاهی پیش آدم میاد آدم نمیدونه این طلبه است یه دانشجو، خیلی از این عزیزان میان
ما برامون مشکوکه، میگین طلبه یا دانشجو. اینقدر اینا منزهن و در انگام اعتکاف شما میدید مسجد دانشگاه را همین ها پر میکنن، شما آیون باید این معارف را به دانشگاه منتقل بکنید تا اونها مشکل علمیشون حل بشه. مرحوم شهید مطهری وقتی که رفته بود 32 سالش بود. خب مگر اونا چقدر درس خونده بودن؟ چقدر سن داشتن؟ الان عمده احساس مسئولیت است. اگر با مسئولیت پذیری و با دست پر شما از اینجا بونجا برید، اونا آمادن. البته در هر فاز و فضایی ده کجراها می روان. این چنین نیست. نباید توقع داشت الان عصر ظهور حضرت سلام الله علیه باشد. اون زمان ظهور وجود باره که ولی از ارواح و نفدا است که لیو زهره و علد دین کلی هست. وگرنه در عصر همه ائمه همینطور بود. خب چهار نفرم کجراها می رفتن. اما دیگه هیچ فردی در دانشگاه نمی گوید علم با دین معارض است، یا نمی گوید علم سکولار است. مگر میشه علم سکولار باشه؟ اینا سه تا کار کردن. اول خلقت را به صورت طبیعت تبدیل کردن. یک، لاشه علم را به دانشگاه دادن. هو الاول و الاخر را که کی کرد برای چی کرد را گرفتن. عقل را هم که حجت شرعی است، حجت خداست، مما الهمه الله است، نظیر ما انزله الله، این را هم قارونی کردن، ما را خودشون دارستن، مصادره کردن. عقل را به بشر دادن، خلقت را به طبیعت تبدیل کردن، خلقت را که هو الاول و الاخر داشت این را مصلح کردن. بعد از مصلح کردن خلقت و تبدیلش به طبیعت، بعد از زدودن هو الاول و الاخر، بعد از مصادره کردن عقل و فهم بشر، میگن اینو بشر فهمید. اون وقت یا میگن علم با دین معارض است، یا میگن علم سکولار است. مگر فرق میکند؟ خیلی فرق میکند. اون کسی که غیر مسلمان است با اون که مسلمان است، هر دو علمی دارن که به اون فلسفه علمی متکی است. منتها اون بیچاره نمیداند که تکیگاه این مطالب چیز دیگر است و مسلمان میداند. بنابراین تعبیر به خلقت تعبیر تعبدی نیست. این یک. و صحنه آفرینش کتاب خداست. دو. و هر کسی در هر رشته علمی متخصص است مفسر کتاب خداست. سه. خدا این چنین کرد و خدا این چنین میکند. چون هو الاول و الاخر را دارد، خود این علم میشه علم دینی. نه اینکه معنای علم دینی اینه که جهتش دین باشد، در راستای دین به کار برود. خیر، خود فقه علم دینی. چرا؟ چون مما انزله الله است. گاهی ممکن است کسی همین فقه و اصول را بخونه و معاذ الله تجراه برود، مگر اون کسی که بهاییت را با دست او ساختن سالیان متمادی در نجف درس نخوند. مگر این مزدورها این مزدور را برای همچه روزی نساختن؟ مگر همین فقه و اصول نبود که او را زمینه بهاییت در آورد؟ جهت داشتن علم مربوط به اون عالم است که عالم از کجاش استفاده بکند. گاهی انسان همین فقه و اصول رو میخونه علیه فقه و اصول، گاهی تفسیر میخونه علیه قرآن کریم، گاهی اخلاق میخونه علیه اخلاق، گاهی اصلا به تعبیر نورانی است امیر سلام الله علیه احکام دینی رو یاد میگیرن فقط برای معصیت کردن، چون در هر گناهی یه موارد استثنایی داره. چقدر حضرت شیرین گفته همون اصلا اینا میخوان درس فقه بخونن برای اینکه گناه بکنن، چون همه محرمات یه سلسله موارد استثنایی داره. کدوم محرمه که موارد استثنایی نداره؟ کدوم واجبه که ترکش موارد استثنایی نداره؟ کدوم حرامه که فعلش موارد استثنایی نداره؟ همون اینا هست درس بخونن فقط برای گناه کردن و حیله کردن. بنابراین اگر کسی جهان بینی الهی داشت، علمش الهی است، علمش دینی است، زیرا این عقل مما الهمه الله است. یک، این کتاب کتاب خلقت است. دو، خب اگر کسی معتقد بود قرآن کتاب خداست و معتقد بود این فهمم مما الهمه الله هست، این تفسیر میشه علم دینی دیگه. چرا اون فیزیک دینی نباشه؟ مگر این عقل حجت شرعی نیست؟ مگر عقل مما الهمه الله نیست؟ مگر این علم مما آتاه الله نیست؟ مگر اون معلوم مما خلقه الله نیست؟
خب معلوم که کتاب الله هست، علم که حجت الله هست، عالم هم که معتقد است به جهان بینی دینی. خب این فیزیک میشه اسلامی دیگه. و همون دلیل که از ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، مطالب عمیق اصولی استنباط میشود، اصول میشه علم اسلامی. اولم تروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. از این آیه وقتی تولید ستاره و سیاره و سیارک ها استنباط میشود، همین سپهرشناسی میشود علم اسلامی. چرا اصول علم اسلامی است؟ برای اینکه یه نصف خطی تو قرآنه، یه عالمی از این نصف خط مطالبی را استنباط کرده. خب چندین برابرش درباره هستی شناسی و قرآن کریمه که فرمود پیدایش و پرورش انسان‌ها اینه: اول نطفه بود، علقه بود، مضغه بود، جنین بود، بعد عظام شد، بعد گوشت پوشوندیم، بعد روح بهش افاضه کردیم. خب بیش از اون مقداری که درباره اصول هست درباره خلقت انسان است. پیدایش و پرورش این نطفه من بین صلب و ترائب است. اگر از این بین صلب و ترائب کسی استنباطاتی داشته باشد، اون علم الهی نیست، دینی نیست. بنابراین ما عالم سکولار داریم بی تفاوت، اما علم سکولار نداریم. دیگری نمی داند که این علم با چه چیزی متکی است. اگر معاذ الله تکیگاهش فلسفه مضاف و او به فلسفه الهی تکیه کرد، این علم میشه ضد دین و محارب دین، چاره ندارد، برای که همه معادا رو نفی میکند. میگه بقیه افسانه است، علم نیست. چیزی که ابطال پذیر نیست، اثبات پذیر نیست، با تجربه افسانه است و افیون، پس میشه ضد دین. و اگر این علم به فلسفه علم و به فلسفه الهی تکیه کرد، میشه علم دینی. دیگه علم سکولار نیست، اون عالم است که سکولار و بی‌تفاوت می‌شود. علم یا محارب دین است اگر بر اساس اصالت الحس و تجربه تکیه کند، یا همراه دین است و علم دینی است اگر نظیر اصول تکیگاه الهی داشته باشد و عقل را و علم را مما الهمه الله بداند و نعمت الهی بداند و حجت الهی بداند و جهان را هم کتاب الله بداند چه این که هست. غرض این است که این یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون حرفای بود از دراز مدت تا کنون. یه وقت سلمان رشدی است، یه وقتی توهین دارمارک است، یه وقتی به صورت‌های دیگه است. منتهی حوزه ها باید کار علمیش انجام بدن، مسئولین باید کارهای خودش انجام بدن، مردم باید کار خودش انجام بدن، هر کسی باید وظیفه خاص خودش انجام بده. اما اینکه چرا تعبیر به مغایب شده است، با اینکه لسان اقتضای مخاطب میکرد، ای کسی که نزل علیک الذکر انک لمجنون باید بگر، نگفت یا ایها الذی نزل علیه الذکر، اینم بر تحقیره. من ای اون کسی که بر او ذکری ناظر شده است و که قبول ندارن ذکری هست و بر او هم ناظر شد، این مجهول آوردن برای تحقیره. میگن ای کسی که به زعم او ذکری بر او ناظر شده است، انک لمجنون. اون به همین فعل مجهول دار میگردد. مجنون کسی که من بهی جنه، نه اجنه او رو زدن. اجنه جمع جنین است، نه جمع جن. و کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، فقط همه شما اجنه بودید، یعنی جنین بودید. جمع جن جنه است، نه اجنه. انسان جن زده دیوانه، او بهش میگن مجنون. یا گاهی میگفتن مجنون، گاهی میگفتن صاحب، که این نکته در بحثای روزای اسبق گذشت که یا افراد گوناگون بودن که این تهمت ها رو میزدن، چون سحر با جنون سازگار نیست، سحر بالاخره جزء علوم و فنون دقیق است، یا افراد گوناگون بودن این تهمت ها رو میزدن، یا در مقاطع گوناگون بودن. بالاخره شاعران سخن گفتن، ساحران کار کردن با مجنونان حرف زدن فرق میکند. یا در مقاطع گوناگون این حرف میزدن، یا افراد گوناگون این تهمت ها رو روا میداشتن.
نه معترضه بودن و چی نداره، برای تناسب کاملا محفوظه. اونا به صورت فعل مجهول ذکر کردن، خواستن بگن به این که خدا بر او ذکر نازل کرد، نبود. ذات اقدس اله مستقیما دفاع کرد، اولا این ذکر است، ما نازل کردیم، خود ما هم حفظش میکنیم که جلوی طمع همان را بگیرد. ما نازل کردیم، ذکر ما هم هست، ذکر شما هم هست، نام ماست و شما را نامور میکند. یه ملت مادامی زنده است که با یاد الهی زنده باشد. چرا ملت ذکر دارد؟ در بخشای دیگر فرمود این نهول ذکرون لکه و لقوم میکه. نه اینا حتما لهو وچه اولش اولاست که فقط به ذکر بر بگرده، نه به پیامبر. اینا نهنو نزل نزک و اینا لهو را حافظون، یعنی به این ذکر، یعنی قرآن کریم دیگه. نه چون آخر اون چه که در کنار اوست و مناسبم هست همون ذکر است، نه رسول خدا صلی الله علیه و سلم. چرا؟ اما مثل کسی که شعره پرتوالا میگه، نه شاعری که سبع معلقه را بپرورونه. گاهی انسان حرفای پرتوپلا داره، گاهی منصور است، گاهی منظوم. اونجایی که پرتوپلاش منظوم باشه میشه شاعر مجنون، اونجایی که منظوم نباشه میشه همه این حرفای عادی مجنون. غرض این است که اون دیگه سبع معلقه و اینها نمیداره. اونا که سبع معلقه میخواستن بگند و بعد به دیوار کعبه بیاویزند و با قرآن مقابله کنند و بعد با آمدن اقتربت ساعت و منشق القمر شبان سبع معلقه رو پایین بگیشن، اونا برای تحدی بود. یعنی قرآن که میفرمود شما هم مثل این بیارید، اینا سبع معلقه گفتند و آویختند. اینا فکر میکردن شعر بلند ادبی است، بعد دیدن که از اون قبیل نیست. خب این ضمیر لهو به همین ذکر بر بگردد دیگر. فرمود به این که وقالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین. بعد ذات اقدس اله پاسخ داد، فرمود ما نزل الملائکه الا بالحق، که نحوه ظهور حق با نزول ملائکه در بحث گذشته بازگو شد. فرمود اون وقتی که فرشته ها نازل بشوند دیگه کسی به اونها مهلت نمیدهد و ما قرآن را نازل کردیم که نام ماست، یک شما را هم نامور میکند. انه لذکرون لکه ولقومک. فرمود به این که ما این کتاب را نازل کردیم شما را نامور میکند. یه ملت خوشنامی هستید. شما بین افرادی که شناسنامه دارند و از تبار و نیای اصیلن با بچه های پرورشگاه و شیرخوارگاه خیلی فرق میذارید. اینا سر راه پیدا شدن، نه اصلی دارن نه فرعی دارن، یه همچه افرادی ترقی هم نمیکنن، شناسنامه ای ندارن. اما کسی نیایی دارد، تباری دارد، دودهی دارد، اسرهی دارد، مشخص، خب این قابل رشده، این میشه نامور. فبود این کتاب شما رو نامور میکند، صاحب تاریخ میکند، صاحب نام میکند، برای شما علم ثابت میکند، عالم میپروراند، شجاع میپروراند، مستقلتون میکند. انه لذکرون لکه و لقومک. این کتاب رو که ذات اقدس اله حفظ میکند، خود کتاب چون بنیان مرسوس است، اگر کسی بخواد از راه شبهه و نقد و امثال ذالک این رو باطل کند، این باطل شدنی نیست. در سوره مبارکه فصلت آیه 42 به این صورت بیان فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. نه در عصر نزول وحی چیزی می آید که قرآن را باطل کند، نه بعد از او، نه ما این کار را میکنیم نه دیگری. ما این کار را نمیکنیم یعنی نسخ نمیکنیم، چون الله نزل احسن الحدیث کتابا، از این مسخنتر و عالمانتر و محکمتر نیست، چون کتاب حکیم است و قرآن الحکیم. پس ما عوض نمیکنیم. دیگری هم که قدرت ندارد، دیگری چیکار بخواد بکند؟ دیگری بخواهد با برهان ای رو باطل کند، این حق محض است و بطلان پذیر نیست. بخواهد با دسیسه و مکر جلوش بگیره، ما ایستاده ایم. پس سه راه مطرح است. خدا بخواهد این کار را انجام بده، تا ما نمی کنیم. چرا خدا فطرت رو عوض نمی کند؟ چون در خلق الانسان فی احسن تقویم، لذا فهمون لا تبدیل خلق الله،
ما فطرت انسان رو عوض نمی کنیم. انسانیت انسان، هویت انسان رو جور دیگه خلق بکنیم نیست. برای اینکه از این بهتر ممکن نیست. ما هم بهترینش انتخاب کردیم، لذا عوض نمی کنیم. دیگری نمی تواند فطرت رو عوض بکند چون توان اون رو ندارد. لذا به صورت لای نفی جنس بیان کرده. همون لا تبدیل لخلق الله. این مال فطرت. در باره قرآن هم به شرح زد. فهمون قرآن بطلان پذیر نیست، متغیر نمی شود. نه ما می کنیم نه دیگری. ما عوض نمی کنیم که مثلا نسخ بکنیم، پیامبر دیگر بیاریم، کتاب دیگر بیاریم، نیست. چون احسن الحدیثه. از این بهتر دیگه ممکن نیست. دیگری بخواهد از راه برهان و دلیل این را باطل کند، این حق است، حق که بطلان پذیر نیست. بخواهد از راه دسیسه و مکر و ترفند و فتنه باز کند، ما اونجا حضور داریم. و انا له لحافظون. پس خود قرآن لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه در عصر نزول وحی و نه بعد از آن الی یوم القیامه این کتاب بطلان پذیر نیست، نه از طرف ما نه از طرف دیگری. اگر کسی بخواهد با دسیسه و مکر کم و زیاد کند، ما جلوش میگیریم. اگر کسی بگوید استدلال به این آیه برای نزاهت قرآن از تحریف این دور است، برای اینکه ما احتمال تحریف در خود این آیه می‌بینیم، چون جریان تحریف مستحضرید، اونا هم که احتمالش دادن تحریف به نقیصه است، وگرنه تحریف به زیاده متفق علیه عند الکل است که باطله. معنی بطلان تحریف به زیاده اینه که این قرآن از اول تا آخر، از آخر تا اول به طور قطعی از لبان مطهر پیغمبر شهده شد بدون کمتری تفاوت. اون چه که هست از لبان مطهر کسی که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها با تواتر قطعی به ما رسیده است. پس اون چه هست افزوده نشده، همش از لبان مطهر کسی که لا ینطق عن الهوا. اگر شبهه تحریف است در کم کردن است. گفتن آیه ولایه را برداشتن، یا یه رسول بلغ ما اونزره که فی علیین ما اونزره، واسه این کلمات برداشتن. احتمال به زیاده احدی نداد. اگر هست احتمال به نقیصه است که مثلا فرون آیه ولایت برداشتن، فرون آیه رو کم کردن، فرون آیه رو مثلا از بین بردن بمانند. تو خب اگر اصل رو برداشتن ما چه اطمینان داریم به حجیت اون روایت؟ بله خدا. اما خب بعضی از چیزا هم که کلام خداست اون رو برداشتن دیگه. اینا حجیت نه. اگر معاذ الله نقیصه باشه، ما مشکل در داخله قرآن پیدا میکنیم اولا، در حوزه روایات ثانیا. چرا؟ برای اینکه اگر معاذ الله یه آیه از قرآن کم شده باشه، ما چون نمیدونیم اون آیه چیه، برابر تحدی که قرآن در سوره مبارکه نساء کرده ما طلبکاریم. در سوره مبارکه نساء تحدی قرآن کریم اینه، آیه 82 سوره نساء اینه که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این برهان قرآنی است به صورت قیاس استثنایی که اگر کلام خدا نبود حتما اختلاف داشت. لکن نتالی باطل فالمقدم مثله. بیان تلازمم به عهده تفسیر برمی‌گرده. پس ظاهر آیه سوره نساء اینه که اگر این کتاب از غیر خدا بود یقینا اختلاف داشت، چون اختلاف ندارد پس از خداست. خب ما وقتی می توانیم باور کنیم که اختلاف ندارد که همه آیات در دست ما باشه. اگر بعضی آیات هست بعضی آیات نیست، ما دسترسی نداریم، شاید اونا با این مخالف باشه. از کجا بفهمیم آیات یک دسته؟ چرا؟ اون مختلفا رو برداشتن.
اینا یک دسته رو گذاشتن. مگر تمام کتاب ها الان تمام کتاب های شیخ انصاری و آخوند خراسانی و سر علما همه جاش با همه جاش اختلاف داره؟ نه، پس یه جاش با یه جای دیگه اختلاف داره، اونجا که اختلاف داره برداشتن. مگر بشر هر حرفی میزنه صدر و ساقه همه حرفاش با هم مخالفه؟ حرف موافق نداره؟ اگر این چنینه پس ما کتاب منسجم نداریم، در حالی که کتاب منسجم فراوان و ظالم منتها اشتباهات هم توش هست. این آمدن اون اشتباهات برداشتن، اون آیاتی که با این آیات نمی ساخت اونا رو برداشتن و دست به خالیه. ما در برابر آیه 82 سوره مبارکه نساء وقتی می توانیم پاسخ مثبت بدیم که کل قرآن اون چه که ما انزله الله باشه ما در خدمتش باشیم. اگر بخشی باشه بخشی نباشه دست ما کوتاه. ما میگیم لعل اون آیاتی که برداشتن با این آیاتی که نوشتن اینا با هم هماهنگ نباشه. باش اختلاف کسی را، چون اصل اختلاف اصل تناقض، اون شدت اختلاف اصل اختلاف چرا محال است؟ اصل اختلاف منشأش یا جهل است یا سهو است یا اشتباه، یه دونش هم محاله. منتها اختلاف کثیر دارن درباره ذات اقدس. اینجا که لقب نیست مفهوم داشته باشد که اگر از طرف خدا باشه اختلاف کمش اب نداره، که این غیر توضیحی است، نه مفهوم داشته باشه. منشأ اختلاف چیه؟ یا جهل یا سهو یا نسیان مانند اون. بل کلو محال علی الله تعالی، کمترین اختلاف محاله. چرا ما بگیم معصیت صغیره برای انبیا جایز نیست؟ بگیم یه کمیش عیب نداره؟ نه، یه کمیش هم عیب داره. کسی که در مشهد و محضر ذات اقدس اله هست فرقی بین کم و زیاد نیست. مگه تو عرفیات هست که ما مسامحه بکنیم؟ اینجا مفهوم نداره کثیرن. یه دونه اختلاف هم مستحیله. منشه اختلاف یا جهل یا سهو یا نسیان یا پریبکاری یا ترفند یا فتنه است. همه اینها و تالی و اصلهی مستحیل، لذا ممکن نیست کلام خود اختلاف داشته باشه. بنابراین خود قرآن احتمال اینکه قرآن کریم نقیصه داشته باشد هم نفی میکند، زیادرم که احدی بشه احتمال نده. والحمدلله.